آزادی. کیست مانند خداوند؟ به آسمان نگاه کنید. چه کسی این ستارگان را آفریده است و چه کسی آنها را چون یک ارتش هدایت می کند؟ او تعداد آنها و نام هر یک از آنها را می داند. او انقدر تواناست که هرگز حتی یکی از آنها گم نمی شود. آسمان ها جلال خداوند را بیان می کنند و فلک صنعت دست او را نشان می دهد. روزها معرفت خدا را اعلام می کنند و شبها حکمت او را. نه سخنی شنیده می شود و نه کلامی. با وجود این پیامشان به سراسر زمین می رسد و ندای ایشان به سر تا سر جهان. مکانی برای آفتاب در آسمان بنا نموده است. من این کار را می کنم تا همه مردم از سر تا سر جهان بدانند که من خداوند هستم و غیر از من خدایی نیست. زیرا همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد، در قلبهای ما نیز درخشیده است تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهره مسیح مشاهده می شود بر ما بدرخشد. اما همانطور که دریاها پر از آب می باشند، زمین نیز از حکمت و جلال خداوند پر خواهد شد. خداوند که در آسمانها حکومت می کند، قوی تر از امواج خروشان اقیانوسها و طغیان دریاها می باشد. ای خداوند، کدام یک از خدایان مثل تو هستند؟ کیست مانند تو عجیب در قدوسیت؟ و چه کسی می تواند مانند تو معجزات و کارهای عجیب بکند؟ عدالت و انصاف اساس پادشاهی تو و محبت پایدار و وفاداری شیوه کار توست. تو ای خداوند، تنها تو خداوند هستی. تو آفریننده آسمان ها و ستاره های آن هستی. تو آفریننده زمین و دریاها و هر آنچه در آنهاست هستی. تو به همه زندگی بخشیدی. نیروهای آسمان تو را پرستش می کنند. ای رودخانه ها دست بزنید و ای کوه ها در حضور خداوند با شادی آواز بخوانید. او برای هر چیز زمان مناسبی تعیین نموده است. همچنین او شوق دانستن ابدیت را در دلهای انسان نهاده است. اما انسان نمی تواند مفهوم کارهای خدا را از ابتدا تا انتها درک کند. آنها به یکدیگر می گفتند قدوس 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 خداوند متعال که جلالش جهان را پر ساخته است. زنجیرها. چه کسی می تواند به بالای کوه خداوند برود و به درگاه مقدس او داخل شود؟ راهی که فکر می کنی راست است ممکن است به مرگ منتهی شود. همه گناه کردند و از جلال خداوند محرومند. من به گناهان خود اعتراف می کنم و خطاهایی را که کرده ام در نظر دارم. نمی دانم چه کار می کنم، زیرا آنچه را که دلم می خواهد انجام نمی دهم، بلکه برخلاف چیزی را که از آن تنفر دارم به عمل می آورم. خدایا مرا تفتیش کن و از دل من با خبر شو. مرا بیازما و افکار مرا بخوان، زیرا مشکلات بیشماری مرا احاطه نمودن به اندازه ای که نمی توانم آنها را بشمارم. گناهانم بر من سنگینی می کنند و به حدی که نمی توانم سرم را بلند کنم. آنها از موی سرم سیاه‌تر شده اند و طاقتم را از دست دادم. از آنچه می ترسیدم و وحشت می کردم به سرم آمد. دلم پریشان است و آرام ندارم و به روز بد گرفتار شدم. چون گناهان من از سرم گذشته و برای من بار سنگینی شده اند. دل من به تپش افتاده و نیرویم را از دست دادم و نوری در چشم نمانده است. عمر من به پایان رسیده است و آرزوهایم همه نقش بر آب شده اند. من چه آدم بدبختی هستم. این بدن مرا به سوی مرگ می کشاند. کی می تواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ آزادی. خداوند می فرماید بیایید بحث کنید. لکه های گناه تمام وجودتان را قرمز ساخته، اما من شما را می شویم و مثل برف سفید خواهید شد. اگرچه
گناهان شما به شدت سرخ باشد، مانند پشم سفید خواهید شد. من گناهان تو را مثل ابر کنار زدم. به نزد من بازگرد. من همان کسی هستم که تو را نجات خواهد داد. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. او متحمل مجازاتی شد که حق ما بود و او دردهایی را تحمل کرد که میبایست ما تحمل میکردیم. من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا میسازد. بر سر چهار راه ها بایستید و نگاه کنید. سراغ جاده های قدیمی را بگیرید و بپرسید بهترین راه کجاست و از همان راه بروید تا در امن و امان باشید. عیسی باز به مردم گفت: من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. آرامش را برای شما به جا می‌گذارم. من آرامش خود را به شما می‌دهم. جهان نمی‌تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می‌دهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. هر جا روح خداوند باشد در آنجا آزادی است و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعا آزاد خواهید.